امروز در نشست علمی روزانه آیت الله العظمى شیرازی دامظله به مناسبت هشتم شوال روز جهانی بقیع و درخواست عموم شیعیان سراسر دنیا برای بازسازی حرم بقیع سوالی مهم از معظم الله پرسیده شد. دلیل مشروعیت ساخت حرم و بارگاه برای اهل بیت علیهم السلام چیست؟ بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامظله در پاسخ فرمودند: خدای متعال در قرآن کریم فرموده است: ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ساخت ظریف و حرم برای معصومین علیهم السلام مصداق شعائر بوده است و چون بارگاه و حرم برای اهل بیت علیهم السلام یک نوع تکریم و تجلیل از مقام شامخشان به حساب می آید و تخریب حرمشان نوع اهانت و حد که حرمت می باشد، لذا ساختن بارگاه و حرم برای ائمه علیهم السلام واجب کفایی می باشد. لازم به ذکر است نشست علمی آیت الله العظمى شیرازی دامظله روزانه ساعت 12:15 در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار و از شبکه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می شود. مشروع نشست علمی امروز را می توانید در صفحه رسمی شبکه امام حسین علیه السلام در یوتیوب مشاهده کنید. با هدف بررسی تأثیرات بازسازی حرم ائمه اطهار علیهم السلام در بقیع و اهمیت این موضوع گفتگوی دارم با جناب مصطفی اکوند، مدیر مسئول شیعه رایس باش در ایالات متحده آمریکا. آقای اکوند سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله خدمت شما و بینندگان عزیزتون. سلام علیکم آقای اکوند. آیا دولت‌ها کاری در این زمینه انجام دادند؟ ببینید، دولت ها هیچ اهمیتی برای ساختن بقیع و بازسازی بقیع نمیدهند، مخصوصا دولت هایی که زعم این رو دارند که دفاع از شیعه میکنند یا اسم شیعه رو برای خودشون انتخاب کردن. متاسفانه این راه رو برای خودشون پیش نگرفتن که به وسیله ارتباطاتی که دارن با دولت سعودیه بتونن از قدرت پالیتیک خودشون استفاده بکنن و برای بازسازی بقیع کار رو انجام بدن. متاسفانه آیا سازمان ملل برای این کار هدفی را پیش برده است؟ سازمان ملل، خود سازمان ملل برگرفته شده از کشورهای مختلف و سازمانهای مختلفیه که با هم کار میکنن تا بتونن به یک نظریه خاصی برسن. متاسفانه خود سازمان ملل در این شخصا خود سازمان ملل این کار را انجام نداده. مؤسسات مختلفی مثل بقیع فاوندیشن، شیعه رایتس واچ و مؤسساتی که همشون این هست که هویت شیعه رو بالا ببرن و هویت شیعه رو نشون بدن، با سازمان ملل در حال کار هستن و در حال رایزنی هستیم که بتونیم به روش‌های مختلفی اقلن راه رو باز بکنیم برای بازسازی و برای پیشبرد این کار. آقای اکوند، تأثیر کار اشخاص چقدر میتونه به بازسازی بقیع کمک کنه؟ ببینید، هر شخصی باید فشار خودش رو بر دولت سعودیه بیاره. ما راه‌های مختلفی هست که میتونیم انجام بدیم. یکیش آگاه سازی هست، چون آگاه سازی اگر نباشه، اگر مردم درباره بقیع ندونن بقیع چی هست و کجا هست، این یکی از مسائل خیلی بیسیک هست. و در کنار اون، هر کسی یک قدرتی رو داره. این قدرت میتونه توی دانشگاه باشه، میتونه توی کشور باشه، میتونه توی سازمان ملل باشه. هر کدوم از اونها به نحوه خودشون، همونطوری که حاج آقا فرمودن، باید این واجبی باشه که ما انجام بدیم و بتونیم در راه آگاه سازی و بازسازی بقیع تمام سعی خودمون رو ببریم و بتونیم این قدرت رو هر چقدر ما بیشتر بکنیم و قدرت ما بیشتر بشه، بهتر میتونیم کار بکنیم. تشکر میکنم آقای اکوند. مصطفی اکوند از واشنگتن با ما بودند.